صندوق جهانی پشتیبانی از کودکان سازمان ملل از کمک 40 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به کودکان افغانستان خبر داده. یونیسف با نشر اعلامیه گفته که اتحادیه اروپا 25 میلیون یورو برای واکسن فلج کودکان و 15 میلیون یورو برای پشتیبانی از کودکان افغانستان اختصاص داده. یونیسف همچنان 15 میلیون یورو را برای جلوگیری از مهاجرت کودکان بسنده می‌داند. در این مورد هم ایمال سیار. کمک 40 میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای کودکان افغانستان. صندوق جهانی پشتیبانی از کودکان سازمان ملل در اعلامیه از کمک 25 میلیون یورو برای واکسن فلج کودکان و 15 میلیون یورو برای پشتیبانی از کودکان افغانستان خبر داده. یونیسف همچنان 15 میلیون یورو را برای فراهم آوری جایگزین مناسب برای جلوگیری از مهاجرت کودکان بسنده می‌داند. اتحادیه اروپا 15 میلیون یوروی بیشتر به یونیسف کمک می‌کند تا به شناسایی پسران و دختران بازگشته به افغانستان که به پشتیبانی نیاز دارند و کودکان در معرض خطر مهاجرت کمک شود و به آنها گزینه‌های غیر از مهاجرت یا کار بدهد. قرار است کمک 25 میلیون یورویی این اتحادیه برای واکسن فلج کودکان در هماهنگی با سازمان جهانی بهداشت صورت گیرد. اتحادیه اروپا تعهد کرده مبنی بر حمایت از کودکان افغانستان و جلوگیری مهاجرت کودکان افغانستان به بیرون از کشور یک رقم قابل ملاحظه است. امیدوار هستیم که این رقم برای حمایت و بهبود اوضاع کودکان افغانستان به مصرف برسد و اگر بدبختانه فساد در وجود داشته باشد، ما باز هم نه تنها که شاهد بهبود اوضاع کودکان افغانستان نخواهیم بود، بلکه ما را با چالش‌های بیشتر مواجه خواهد ساخت. بر بنیاد گزارش سالانه سال 2021 یونیسف، در سال گذشته 88% خانواده ها در افغانستان حداقل یک کودک کارگر داشتند که برای تمویل خانواده خود کارهای شاق انجام می دادند.